دور مرا درخت رو خلوت کنید. آقا عبدالله حاضره. خیلی خوب، حالا که حاضره وان از سال بشم هرش کن. یالا بچه ها دو سه تاتون بیاین کمک هاشه، بقیه هم سر اون یکی درخت شاخه هاشو بزنین هرش کن، از سر درخت شروع کنین. یالا بچم بین تنبل باشی ها، کار تموم کنین. 20 سال این کاری که روز باید بهتون گفت چی کار کنین. واقعا خیلی تنبل و بیباتر. خیلی خوب، تونتر تونتر. یالا بچم بین زود باشی ببینم. رستم یه چایی رد کن بیاد اینجا. تو باید حساب چایی نشو نداری. تابم میام نتفت بکنم آقا. حتی سکه غلشو نداری. نفکنم تا با این چایی رنگ رو رفته پولم میخواد. وضع آقا نظر حساب داری چطوره؟ صبح خط اسپوره. پس ول معطله از خانه ببند. آی رستم وضع حساب جایی آقا چطوره؟ خراب به خراب، از حبیسه بدتره. آی پسر با تو هستم. دوشه خبره باز که شما کارو بل کردین و نشستین دارین شوخه میکنین. برین سر کارتون. آقا دلو کار این دراک که تلو خو برین سر اون یکی. یلا دستوز باشین بچون بین داره چی رو میکنین؟ آه 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 شما هم بساتتون رو جمع کنین و از اینجا گم شید. خوش ما را دید پاسو. یلا منو که ندیده. چرا دیده؟ چرا منو دید؟ برین یا خدا گفتم از اینجا بری. قد بند هر این که خنده نداره. چرا کار نمیکنین؟ چرا کار میکنیم نوکرتم؟ چرا سر به سر ما میذاری؟ بذار کارمونو بکنیم رئیس. همش دارین میخندین. چی کار میکنه؟ بچه چاپگیری افتاده من دسته. میبینی هاشه یارو خیلی داور داشته. جون تا اگه تونه چیک بزنه. آه لابد تا لابد درخت ها بود. چه؟ نفا میدم با ما چمنت. چمنت میانه چرا؟ چه جا کرتیم می مخلصتیم نو نو کرتیم دیگه. برای ما رو که زیاد نکنی ها. بازم چمنتی. باشه برگرد ببین کی اومده. بالاخره به چنگش میاد. Oh, she's so good.
بگم اون که رشید دوست داره بی خودی وقتتو تلف میکنه. رشید کیه؟ غیر ممکنه که من از اون دست بردارم. وقتی میبینمش تمام غمای دنیا رو فراموش میکنم. های خوشگله، شراب افشم رسید. بی خود به دلت وعده نده، مخصوص رشیده. جعفر بیچ مینام، بیا بیا. این پسره بالاخره تو یه کاری دست خودش نده، دست بردار نی؟ آره. کجا داری میری؟ الان رشید پیداش میشه. رشید کیه؟ من باید رو این دختره رو کم کنم. وایسا دختر، وایسا. داری با این دختره؟ جونه شما هیچی، افتاده بود رو زمین، ما داشتون کمکش میکرده. دروغ میگه رشید، اون من از پاش غفل گیر کرد. میخوای با گلوله مغزت داغون بکنم؟ واسه چی؟ واسه این بیسرپا؟ واسه این که بابا شراب فروشه و ننشه معلومت کیه؟ به تو چی؟ تو خودت کی هستی؟ اون هرچی هست تو نباید این کارو میکردی، اگه یه دفعه دیگه ببینم. خیلی خوب، ما خیال میکردیم شما فقط صاحبکار ما هستی، نمیدونستیم اختیار همه اهالی جدت شما. خفه شو، برو گمشه سر کارت. خیلی خوب رفتیم. به چه گفتم برو؟ خیلی خوب رفتیم. چیه؟ تو که تالا خوب بودی که؟ آره، یه پام درد گرفت. وای خدا مردم. کجا پات درد میکنه؟ اینجاست، دست بزن ببین. گمشو، منو بگوی که خیال میکردم تو راست میگی. اخت باز نرا رشید، بستا بستا کارت دارم. میخوام با هات حرف بزنم رشید، صبر کن. به خدا یه عالم حرف دارم که میخوام برات بزنم. رستم جان دلم، ببینم چرا به تو میگن رستم؟ برای اینکه نمیگن سخرا. خندیدی؟ ای شید عبدالله جونم، حالا چرا به شما میگن عبدالله؟ به خدا هستم. آره میخوری؟ دادم من دوست. نه خیلی باد قرار بعد از اون پیش اومد بهتره بیشتر مواظب خودت باشی. برو تو. خیلی کن. چرا نمیخوری؟ برای میخورم دیگه. خوریه بازیا شده، اما ظاهریه، قلبش خیلی مهربون. بله من سلام به همه گی. سلام سلام علیکم. سلام علیکم یخلی گرفته که گلون. سلام آقا رشید. سلام علیکم. سلام علیکم. جانم بلدی مهمونت کنم؟ صداشو نشدید. بفرم رشید. خیلی گرمه. بخون بخون باری کنم. بذارش همینجا باشه. چاش اما قلبم لونه کرده. ای خدا این چه بابا؟ کسی چه میدونه همو تنهای یه دل را. باری کلا باری کلا دمت کرد. چیزا بهت بدیم نخولی بابا، عذیتش نخول. وقت میزنمش میگه چرا خود گذشت از بزرگ. تو ببخشش. تو خدا بیا هیچ نرسید. پارش کن جاماتونو بردارین و به سلامتی بریم بالا. بریم بالا سلامتی. آب لوبیا بخوره بگی بجه هاشم بجه سر جاش. نه صبر کنید، شما نباید اینجا رو ترک کنید. عبدالله. بله رشید خان، هاشم از کار خودش پشیم، شما همونو ببخشید. بریم بچه. نه شما ها دوستا و برادرهای من هستین، نباید از من دلخوری داشته باشین. عبدالله خان امشب همه مهمون من هستین و
و باید تا صبح مشروب بخوریم و بگیم و خوش باشیم و بخندیم. بیاید بچه ها، بیاید. آهای کافچی، بله اون منو بده. حاضر قربان، بفرمایید. چقدر میخوری آخه تو به شر جاش؟ بیایی بچه ها، همه جیمه اون رشید خان هستیم. تا صبح باید بخوریم و بخندیم و خوش باشیم. بد کنم چی چی رو نکنم تو شراب نخو بچه بچه تو چه من بود تو آخه؟ آخه خودت بیکن، چه خودت اینم مارش برو بالا حتمه شبها که مهتاب می نشیند در آسمان، گوغا می کند در بزم ستارگان، مرا الفتی است با می، الفتی آنچنان که گویی بسته است به جان، چون میان شب و روزم فرق بسیاره. بزم ما امشب شور و شادی داره. شبها برایم زندگی رنگ دیگری دارد، با احساس دیگری، یک زندگی دور از هیاهو، بیشک و بی گفتگو، دور از آبرو. در شبهای من همه چیز دگرگون است، همه چیز نقش است، فریب است، افسون است. در آنجا حتی نمی سازد مهتاب یک دم با ستاره. بزن ما امشب شور و شادی داره. مستی از سر تا پای من می باره، این شور و سرمستی شب ها با من یاره. بزم ما امشب شور و شادی داره. بزم ما امشب شور و شادی داره. سرمستی شب ها با من یاره. بزم ما امشب شور و شادی داره. بزم ما امشب شور و شادی داره. سلام آقا احمد آقا، کی تشریف آوردی؟ همین الان. مگه رشید خان خونه نیستن؟ اختیار داری آقا احمد آقا، رشید خان شبا کی خونه هست که امشب باشه؟ آه حتما رفته مشروب خوری. قربون آدم کیچ بم،
حالا تشریف میارین تو یا میریم پیش رشید خان؟ نه میام تو. بفرم. کجا داری میای؟ نمیخوای دعوتم کنی بیام تو؟ نه اینجا دیگه مرز بین من و توه، برای دختران ورود ممنوعه. باشه، اما خودت بالاخره یه روزی زیر بازیمو میگیری، از این مرز رد میکنی. خیلی خوب، تا اون موقع خداحافظ. تو خیلی زود از شهر برگشتی دوست من. بگو ببینم طلبای منو وصول کردی؟ آره تمام طلباتو وصول کردم. یه قرارداد جدیدم برات بستم. سبتو الان نشونه میدم. باشه فرد صبح. روز مال کار شب که شد بعد استراحت کرد. بگو ببینم این چه وضعی برای خودت درست کردی؟ آخه تو از این مشروب چی فهمیدی؟ بیا تو هم بخور تا مثل من بفهمی. بیا. من تا بال هیچ وقت لب به مشروب نزدم و نخواهم زد. اما تو داری خودتو غرق. تو تنها کسی هستی که به من اخ میکنی و من جواب تو رو نمیدم، چون دوستت دارم. همه زندگی من در اختیار توه. تو داری زندگی تو به هدر میری. زندگی. از عاقبت تو میترسم، در حالی که از صمیم قلب دوستت دارم. نمیدونم چطوری باید نجاتت بدم. باز که داری فلسفه میبافی. ولکن بابا بزر بخوابی. خیلی خوب بگیر بخواب. الان حالت خوب نیست، بقیه حرف رو صبح میزنیم. آقا من یک کوری نمیدی دارم راه رو میبندم. بزن عقب الان قطار میاد، بزن عقب. اه داد میزنه. آخه چرا حواستو جمع نمی کنی؟ چرا رو خط وای میسی؟ چرا فکر جون خودتو دیگرون نیستی؟ خیلی خب بابا یه خورده حوصله کن، الان میزنم عقب. این ساق مردم چرخ شیکن. ای داد شیکن. ای بابا کجا گذاشتی رفتی؟ بیا قلن یه هولش بده شهر از رو خط کن بخوره. آقای تایری چیه؟ به شاهی تلفن کن قطار حرکت نکنه، راه بنده. قطار مدتی حرکت کرده، برو به شرمت بده، برو زود باش. الو شاهی، هر چه زودتر کمک امدادی بفرستید. امکان یک تصادف در کیلومتر 324 بوده. خیلی خوب باشه، الان خبر میدم. الو بهداری فوراً آمبولانس و دکتر دارو بفرستید. در کیلومتر 324 بوده یک حادثه وحشتناک پیش بینی میشه. تصادف؟ بله، یکی از تراکتورها مونده به خط، چرخ شکسته رو خط وایساده، قطارم داره مثل پوشنگ میاد. بعد وقت چرا اومدی پیش من؟ میرفتین تراکتور رو رد میکردین، همش چهار دقیقه برسید در قطار مونده.
عبدالله به خیر گذشت. فقط یک چند مامورایی را اونجا سلامی دیده. برید بیارید. حالا زود باشید. بیاید. به من خبر دادن که یه تراکتور روی خط متوقف شده. فوراً خودم رسوندم و با کارگرها در آخرین لحظه از روی خط ردش کردیم. شما بزرگترین کار انسانی رو انجام دادید. واقعا خدمت شما قابل تقدیر. وظیفه هر انسانی کمک به هم نوعشه. من کار مهمی انجام ندادم. به هر حال من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. خواهش میکنم، اختیار داریم. مجروح دیگه ای نیست؟ نه، در اثر فداکاری ایشون خطر به موقع رفع شده. این آقا خیلی زحمت کشیدن. پس عجله کنید، مجروح رو برسونید. قربون شما. خداحافظ. مسافرین قطار شمال را نجات داد. رشید؟ یعنی خودشه؟ ابو جان؟ کجایی؟ من اینجام. اونجا این ابو جان؟ چی میگی دختر؟ مشته بدی، مشته بدی. چه خبر شده که اینقدر خوشحالی؟ پیدا کردم، بالاخره پیدا کردم. چی رو پیدا کردم؟ رشید رو پیدا کردم، پیدا کردم. نگاه کنید، عکس رشیده، نگاش کنید. خود رشید، آره رشید، حتما رشید. چی داره میگی؟ بذار عینکمو بزنم ببینم. بیا اینم عینکتو ببینی. خوب نگاه کنی. رشیده، به خدا رشیده. از کجا میدونی دخترم؟ ما الان 13 ساله که رشید رو ندیدیم. یعنی از روزی که خونه رو ترک کرده و رفته تا حالا دیگه ازش هیچ خبری نداریم. شاید اشتباه میکنید. غیر ممکنه من اشتباه بکنم. من و رشید با هم بزرگ شدیم، ممکن نیست قیافش رو فراموش کنم. به خدا این همون رشید پسر شماست. خدا کنه اینطور باشه. یعنی ممکنه بعد از 13 سال آرزوی من برآورده بشه و پسرم رو دوباره ببینم. حتما ممکنه. میدونین که من و رشید خیلی همدیگر رو دوست داشتیم. الانم قلبم به من گواهی میده که اون رشیده. به خدا رشیده. اگه اینطور باشه، با بدیایی که من به اون مادرش کردم نمیدونم چجوری باش روبرو بشم. میدونی عمو جون، باید بریم سراغش. درسته که اون شما رو در مرگ مادرش مقصر میدونه، ولی 13 سال از این جریان گذشته، شاید اصلا دیگه یادش رفته. نه باشه. من پسرمو خوب میشناسم. از همه مهمتر، ما از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، به هم عادت کرده بودیم. میدونین که عشق خیلی کارا میتونه بکنه. بگه پسر، امروز چی کار خیلی کم بود؟ وای خدا، ترسیدم. این چیه؟ امرو همش دوتا سیگار کرده و باقی که درمیش تا سیگار میگرد چیزی به ما نمیباشی. بایی با حالا که همش دوتا دودم. اما سخنرانی را بذار کنار، من قلم گوش کن، باز بریم شهر اجلاس این صورت را تهیه کنم. واسه چی میخوام بریم شهر؟ واش خاطر بهبود آرام حیوان رسی رچت خان از تهران واسه تون دوتا مهمون ترتمیز اومده. نخش کن. مهمون؟ من کسی رو ندارم که از تهران سراغ من بیاد. یعنی پدرتو فراموش کردی پسرم؟ پدر؟ آره پسرم، من پدرت هستم. اینم گلرخ دختر عمود. یادت میاد؟ ولی من پدر مدر ندارم، حتما عوضی اومده. رشید پسرم. پسرم، وقتی مادرم خودکشی کرد، پدرم هم با اون مرد. تو خیلی بی‌ادب و وحشی هستی. آره. دخترم، تو خودتو ناراحت نکن، من با اون خیلی حرف دارم که باید بزنم.
گوش کن پسرم. به من نگو پسرم. درسته که من به تو و مادرت بد کردم، ولی حالا پشیمونم. من حتی تو خوابم فکر نمی‌کردم فرزندم اینطوری باشه. آه، پس می‌خوای ثابت کنی که من پسرت نیستم؟ قبول دارم. باشی. تو دیگه ساکت باش. من هیچ کسی تو این دنیا ندارم. یعنی از وقتی مادرم خودکشی کرد، پدرم با اون مرد. من کاملاً می‌دونم چرا با من اینطوری صحبت می‌کنی پسرم. گذشته رو فراموش کن. من خیلی وقتی که گذشته رو فراموش کردم، درست از وقتی که مادرم به خاطر اعمال زشت تو خودکشی کرد. پسرم، به نظر تو آیا 13 سال عقوبت برای من کافی نیست؟ نه، نه، هنوز به اندازه یک شب مادرم رنج نکشیدی. یادت زنهای هرزه رو جلوی چشم اون تو خونه می آوردی؟ یادت خرج زن و بچه تو روی میزای خمار می باختی؟ تو حق نداری با پدرت اینطور حرف بزنی. فکر نمی‌کردم که پسرم در یک چنین چاهی افتاده باشه. منم هرگز فراموش نمی‌کنم که پدرم به خاطر یک زن هرجایی منو با کتک از خونش بیرون کرد. ناراحت نباشید خانم. رشید حق داره. اصلا چرا شما حرفی نزدید؟ شما بهتر میتونستید اونو بیان کنید. من هیچ باور نمی‌کردم که رشید اینطور شده باشه. اون یه وحشی. خواهش میکنم اینطور قضاوت نکنید. اگه از جریان رشید با خبر بودید به اون حق میدید. وقتی یه بچه قساوت و سنگدلی پدرش رو ببینه، مخصوصا با جسد علقاویز مادرش روبرو بشه، چطور میتونه کینه و نفرت از پدرش به دل نگیره؟ من حرف شما رو کاملا قبول میکنم، ولی نباید با پدرش اینجوری رفتار میکرد. خوبه که شما منصفانه قضاوت میکنید، اما باید بهتون بگم رشید واقعا قلب مهربونی داره. پس چرا گذشت نکرد؟ حالا چطوری براتون بگم، اون تو زندگیش خیلی خشنه، ولی آزارش به کسی نمیرسه، به همه مهربونی میکنه، حتی به دشمنا. آرام کن رشید. وایسا با تو. آمون جان، حالی تو خوبی؟ رشید، حرفم هنوز تموم نشده، وایسا پسرم. پسرم رشید، با تو هم. اگه میدونستم این همچی پیش آمدی میشه، هیچ وقت اونقدر اصرار نمی کردم که شما رو بکشونم اینجا. نه دختر جون، تو مقصر اصلی خود من هم. موندن ما اینجا فایده ای هم بیه بیه. معذرت میخوام، من از این پیش آمد خیلی متاسفم، ولی میخوام عرض کنم اگه ممکنه تشریف نبرید، چون من رشید خوب میشناسم، اون از این عمل خودش زود پشیمون میشه. خیلی متشکرم پسرم. بالاخره روزی هم اون پدر میشه، اون وقت درد منو بهتر میفهمه. ولی اون الان به محبت های شما احتیاج داره. نه پسرم، اشتباه میکنی. رشید جوانی سرکش و محبت و از این حرفا سرش نمیشه. اون از ما متنفره، حتی از دخترموش که دوستش داشته. اون هنوزم میتونه دوست داشته باشه، فقط کسی رو میخواد که ریشه این تنفر از وجودش بیرون کنه و به جاش نهال محبت بکنه. عمو جون، من با عقیده ایشون موافقم، شاید هنوز راهی باشه. نه من دیگه پیر شدم و تحمل این همه ناراحتی رو ندارم. بهتر سوار شی دخترم. عمو جون، اگه اجازه بدین این کارو من به عهده میگیرم، قبول میکنی؟ چی گفتی دخترم؟ گفتم اگه مایل باشین من حاضرم اینجا بمونم کمکش کنم تا لذت محبت رو بچشه. خودت میدونی عزیزم، من در هر حال سعادت تو رو میخوام. اگه مطمئنی که پشیمون نمیشی، هر کاری که دلت میخواد بکن. غیر ممکنه پشیمون بشم. شما میدونین که من از اول رشید رو دوست داشتم و حالا هم سعی میکنم که شاید بتونم عوضش کنم. بسیار خوب دخترم. حالا که تصمیم داری پیش رشید بمونی، من مانعت نمیشم. امیدوارم موفق بشی. من منتظر هر دوی شما هستم. مرسی. خدا بسلامتم. رشید، هیچ عمل درستی نبود که کرد. نمیدونم درست بود یا نه، ولی به هر حال باید این کارو میکردم. نه، این کار تو رو هیچ انسانی نمیکرد. بالاخره اون هرچی باشه پدر توه. آره، خودم هم دارم از این موضوع رنج میکشم. کاش که تا آخر عمر باهاش روبرو نمیشدم. فایدهش چیه؟ با این کینه و تنفر زندگی رو برای خودت مثل جهنم کردی. بیشتر تویی که تو این آتش میسوزی. بیا. میدونی احمد، من خیلی منتظر همچین روزی بودم تا بتونم انتقام خون مادرم از اون بگیرم. ولی اینم بدون که تو قبل از هر چیز خودتو خورد کردی، در صورتی که بشر احتیاج به محبت داره. من هیچ کس تو دنیا ندارم. کاملا تنها هستم. همون روزی که با جسم ضعیفم در گوشه این جنگل اولین درخت رو قطع کردم، ریشه خونوادگی منم قطع شد. تو با تبر میتونی تمام این درخت رو قطع کنی، اما خون رو نمیتونی قطع کنی. فراموش نکن چون اون پدر تو. من هیچ وقت ظلمایی رو که اون در بچگی به من کرد فراموش نمیکنم. اون همش فکر عیاشی و خوشگذرونی بود، اصلا به من توجهی نداشت. بیچاره مادرم، برو ایوون. Thank you.
میپسندی؟ تو مگه همراهی عمود نرفتی؟ نه، میبینی که نرفتی. چرا؟ چرا اینجا موندی؟ ده خب معلومه دیگه، اومدم خونه پسرمون مهمونی. پسرمون مهمون نمیخواد، بفرمایید، مرخصید. اگه نخوام برم چی؟ اون وقت دستتو میگیرم و میندازمت بیرون. گمون نمیکنم این کارو بکنی. گمون نمیکنم این کارو بکنی. زود باش از اینجا برو بیرون. بی خود داد نزن، برو ریشتو بتراش که قیافه آدمیزاد پیدا کنی. من از این کارایی که کردی هیچ خوشم نمیاد. من اصلا از نظم و ترتیب بدم میاد، از نظم و ترتیب متنفرم، بیزارم، فهمیدی؟ حالا میتونی بری بیرون. صدا تو بلند نکن که صدای من از تو بلندتره. بیا پایین، اون از بخشیه، اون زمینت میزنه، بیا پایین. هرچی باشه از تو وحشی تر نیست. سب کن زن. این دیگه چه موقعی بوده ایه.
اون از وحشی سوارش نشد؟ وای خدا جونم مردن. خیلی خب مردن که اونقدر آه و ناله نداره. تو حیوانی، از هیچی ناراحت نمیشی. چرا نمیشم؟ منم آدمم. الان پای اسبم شکسته، حیوان زبونبسته داره زجر میکشه. فقط برای اسبت آدمی؟ میدونم شکسته، حیوان زبونبسته داره زجر میکشه. فقط برای اسبت آدمی؟ میدونم حیوان چقدر رنج میکشه. یه دقیقه صبر کن، الان میگم یا راحت. من دارم میمیرم، کجا میری؟ اگه مردی ناراحت نباش. هیچ ناراحت نباش. حالا یه دفعه میام سر قبرت دست گل میزنم. منو همینجوری میذاری یا میری؟ پس میخواستی بهت جایزم بدم که پای اسبمو شکستی؟ تو یه وحشی هستی. دست شما چه اتفاقی افتاده؟ احمد، من دیگه خسته شدم. این مرد هیچ عاطفه نداره. اسبش منو زد زمین، حالا داره میمیره. میره. تو باید طاقت داشته، میتونی اون را. ببینین حیوان به چه روزی افتاده؟ آره. بیا مالک. بله آقا. برو از تو راحت کن، اونجاست. من اومدم نمیاد آقا. بده من. منم دارم. خوشتی کاری ندارم. بده خواهد نداره. بده خواهد نداره. بریم با کشی. بده. برو بریم رینگو. بیا ببینم برینگو. چرا گریه بکنی؟ قاتلم هم نمیگریه. پشت تو چرا همچی میکنی؟ تو با او هیکله نمیشه؟ اوه چشم اگه تو خاک برون شره کنن حفالی تو رو تو فرگو نمیتونی بیاری. رشید کجا؟ نمیدونم، رفت طرف خونه. حیوانی خیلی ناراحت. احمد آقا، رشید عقبت میگشت که بیایی اسبشو بکشه. شما میکشیشون؟ نه، من دلم نمیدونم. من هم ندونستم شما نمیدونم. بچه گفتم این کارا دل زورت میخواد که اینا هیچ کدومشون ندارن. باز تو حرف زیادی زدی. صد دفعه بهت گفتم وقتی دو نفر بزرگتر حرف میزنن بچه خودشو قاطی نمیکنه، میفهمی؟ من نمیذارم شما اونو بکشید. بابا میشه دستور رشید خانه. باز که تو حرف زدی. آدم زنده حرف میزده. بله حرف میزنه، اما نه آدم زنده. آقا چرا من حرف زدم؟ دنبال تو چرا بیا؟ تو دنبال من بیا. من نمیتونم ببینم اونو میکشید. رشید دوست نداره کسی تو کارش دخالت بکنه. باشه، من فکر میکنم خوب کردن پای این حیوان راحت تر از رام کردن رشید. خواهش میکنم نظر بکشنش. اما رینگو بیا. آمدم رشتم گیری گو چیکار کنم این بری میشتم بوده. بشی 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 خرستانشو بگیر تو دستت ببر رو خواهد. چیکار کنم اینم سرش گرفتم هوا. آخه خاک بر سرت کنم. چرا رو به هوا گرفتی؟ مگه من میخواست ستاره ها رو بزنم؟ چیکار کنم تو با این گیر خاری کردن جون باره گرفتی آخه؟ بابا این چه وضعشه؟ بگید بالاتر. اوه آقا روستم با خیلی آرزو داری با نفلمون نکنی میخواب دوبار بشم به شلاوت. بابا اون بره نگاه کن. اوه خودی نکردی. بردشون ریخته تو ببرن. خاک بر سر خودت. خاک بر سر خودت. بشن دیگه یالا من تلک رو بزرم. اوه اینجوری خوبه؟ بشن. وای چرا خدای خودت شوهر بیام. میخوام بزن چرا؟ نه دست نگهداری. نمیشه. برو چرا؟ چی بود در رم؟ خاک بر سرت خودت دیگه داره در جان بابا قاچاق خریه. اما بیشور این چه کاری بود کردی؟ یه قاچاق برو بر کن پر میشه. نزدیک بود مرا بکشی. حالا که نبردی از کسی بمیریم؟ نه خدا نکنه، تقصیر من نبود، تقصیر او قنبر بود. و الا من درست میزون گرفته بودم. بله خب حالا اگه نوبتی هم باشی نوبت منه که شما رو هدف قرار بده. بله بزنه. نه 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 تقصیر من نبود. در رفتن. خب بهتر شد که فرار کردن. آره اما اسب کجا نگهداری کنیم که رشید نفهمه؟ من کمکت میکنم تا کاملا موفق بشی. مرسی. تو داری دروغ میگی. من رشید خوب میشناسم. اون هیچ زنی رو به خونش را نمیده. من باور نمیکردم اما حالا با چشای خودم دیدم. اگه حرفمو قبول نداری میتونی بیای خودت ببینی. صاحب کن الان میام. جمیل یارو چی کارت داشت؟ تو معلومه از کیو دوست داری؟ خب معلومه رشیده. من که گمون نمی کنم رشید با چیزی که توجه نداره به زنه و دختر. اما من دخترا نیستم. اسم من جمیل است. هاشم میگفت یه دختر شهری اومده خونه ی رشید.
میخوام برم ببینم. خیلی خوب برو، من خودم میبرم. اوه جمله، یارو گولت نزنه، خیلی بد جنسی. مطمئن باش من میبرم لب چشمه و تشنه برمیگردونم. خوشمزه هست. خوبه. انگار دستپختی آشپز با سابقه اروپاییه. تا مرف بزن، یه چیزی بگو. چی رو آره؟ آخ نگاش کن، نگاش کن. اینه هم؟ خب شما یه چیزی بگین گل خانم. والا چی بگم؟ دارم مایوس میشم. چه؟ هیچی. تو از زندگی چی میفهمی؟ داخلش کیف کردم. کیف تو فقط همینه، شکم. هیچ وقت به چیز دیگه ای فکر کردی؟ آره. 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 به چی؟ شراب. آه دیوونه. آه تو هم جندش داره بردی بابا. ما رفتیم بخوابیم. شب بخیر. برو داشفر چپه کن. ما هم رفتیم میکده. خدافظ دخترم. هم سب کن. اینو بگیر. چکارش کنم؟ خودت توش ببین. محبا کیف کردم. چه قیافه مردونه داری بیزتا. کیف کردی؟ خودتو بهتر نگاه کن جونم. این قیافه آدمه، این ریشی که تو داری، این لبولوچه چرب و چیلی مال آدمه. نه مال رشیده. کجا میری؟ ما مسمه یه هر شبه هستی. خب مشروبا همینجا میشه خورد. خیال میکنی. یه چیز میخوام ازت بپرسم. بپرس. موقعی که بچه بودیم یادت میاد؟ کوچیکم بود. یا آهنگو تو خیلی دوست داشتی پسرم، یادتی؟ سب کن بزنم زیرش. بجامه تونتر دیگه. بقیه اگر اون نخوردی تونتر. نگاه چطوری بکنم مثل اینکه با خودش خره. از وقتی که این دختر شهریه پیدا شده انگار گلش با سلامه خورده. اون وقتا فقط روزا اونو، ولی حالا شبانه روزی اونو ببین چه جونی میکنه. خیلی فس فس میکنی. از شما یاد گرفتیم. نمک نفاش گیش میری. از آشم بیاد بگیر صداشم در نمیاد. ها ماشالله خوبه خوبه. طوفان، خدایا چی میبینم؟ تو زنده ای؟ این یه معجزه است، معجزه است به خدا. طوفان الان برمیگرم. طوفان کجا میره؟ طوفان بایتا کجا میری؟ کجا میری اینگر؟ طوفان طوفان
ترسوندی؟ تو مگه من یه ترسم میدونی چی؟ با اون جیغ ببرم زهرش میتاره که خواهش میکنم برو کنار، میخوام لباسمو بپوشم. یه بریم ببون هرچی باشه تو هم نامرمی، برو اون ور چشت رو نه یالا برو ببینم چی ندارم. ما تو که دیگرون نیستی، وقتی کسی معنی محبت رو نفهمم غریبه براش یکیه، حتی ایبونی که یه عمر بهش سواری داده میکشه. پس این تو بودی که طوفان رو معالجه میکردی؟ تو این مدت یه نگاه محبت آمیز به من نکردی، از یه درخت برات بیارزشتر بودم. باز اون حیوان از تو نجیبتر و قدرشناستره. اینطور نیست گلرخ، من و تو با هم بزرگ شدیم، تو و مادرم تنها کسایی بودین که به من محبت میکردن. این چیزا یادت عجیبه، من خیال میکردم فراموش کردی. چطور ممکنه فراموش کنم؟ تو این چند روزه که من اینجا تو هیچ توجهی به من نداشتی، حتی یه تشکر خوشبخالی هم از من نکردی. خیلی خوب خانم، متشکرم متشکرم. حالا خوب شد؟ نه، این تشکر برای خودت خوبه. نفهمیدم پس چطوری باید تشکر کنم؟ خانم بزرگوار، دختر عموی مهربونم رشید با تمام قد جلوتون تعظیم میکنه، اگه اجازه میدید دستتونم ماچ. حالا منو مسخرم میکنی؟ نه به خدا میخوام تو از من نرنجی. اصلا نمیدونم من چرا این حرفا رو میذارم، چرا من اینقدر یهو عوض شدم. خیلی خب اگه میخوای برنجم برنجی کارت کنم دیگه. دیدی گفتم قلب تو مثل یه تیکه سنگ میمونه، سنگ سیاهی که هیچ محبتی روش تأثیر نمیکنه. اتفاقا درست فهمیدی، من با خودم عهد کردم تا وقتی زندم هیچ محبتی رو به دلم راه ندم، دریچه قلبمو به روی هر عشقی ببندم. من میخوام از تمام مردم دنیا متنفر باشم، متنفر باشم، میفهمی؟ کله و نفر. اشتباه کردم، اینجا موندم، فکر میکردم تو عوض. کجا داری میری؟ صبر کن ببینم. جایی که هنوز عشق و محبت نمرده باشه. وایسا ببینم آخه، همینطوری که نمیشه بذاری بری. خیلی خوب میشه، تو توی همون جهنمی که برای خودت درست کردی بری. صبر کن، منم میخوام حرفمو بزنم. حالا حرفی نداریم با هم بزنیم. چرا چرا داریم؟ تو باید به حرف من گوش بدی. بفرمایید چه فرمایشی؟ من نمیتونم خودم عوض کنم، شاید تو بتونی. من؟ اوه غیر ممکنه. نرو گورو، وایسا میخوام باهات حرف بزنم. یه دفعه بهت گفتم نمیخوام حرفاتو بشنوم. وایسا گورو، چرا دنبال من میای؟ صد دفعه گفتم نمیخوام حرفاتو گوش بدم. گورو تو اگه بخوای میتونی من عوض کنی، میتونی گورو. نمیتونم بابا جون، ولم کن. اصلا برای چی بیا بود دنبال دختر مردم افتادی؟ ها برو. به خدا اگه تو بخوای میتونی، میتونی از من یه آدم دیگه بسازی. گورو گفتم نمیتونم، کسی که با یه گیلاس مشروب اخلاقش اینقدر عوض میشه من نمیتونم درستش کنم. ببین گورو، حالا چرا اینقدر تورتور رو میدی؟ وایسا. خیلی خوب، مشروب که چیزی نیست، دیگه نمیخورم. بازم که داری میری؟ آره، ریشه چی؟ تمیزی و تربیت چی؟ اونم من میتونم درستش کنم؟ بازم رفت. خیلی خوب، هرچی تو بخوای، قول میدم همه رو درست کنم. دیگه چی؟ گفتم نمیتونم، نمیتونم، من دیگه اینجا نمیمونم. برم کن، چی میخوای از شونه؟ من میخوام برم، برم، برم. چرا؟ 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 به خدا دوست دارم گروه، نمیدونم چطور این اتفاق افتاد، همینقدر میدونم که دیگه بی تو نمیتونم زندگی کنم. چقدر انتظار کشیدم تا این جمله رو از دهن تو بشنوم. یه دفعه دیگه بگو، بگو که دوستم داری. میپرستمت. اوه نه، حالا نه، وقتی که با هم عروسی کنم. عروسی؟ نه، من هیچ وقت با تو عروسی نمی کنم. اگه فکر کردی با این کلکا میتونی منو گول بزنی اشتباه کردی، کور خوندی. اگه تمام ثروت دنیا رو به من بدن و یا اگه بند از بندم جدا بکنن، محال با تو عروسی کنم. فهمیدی؟ محال عروسی کنم. راستی؟ فرصتی که ما میتونیم نقشمون اجرا کنیم. اگه اونطور که دلت میخواد کارو تموم کردم، حاضر قولی که به من دادی انجام بدیم. آره خاطرت جمع باشه، بعد من مال تو هم قسم میخورم. میبینیم و تعریف. خیلی خوب، حالا من میرم. مواظب باش وقتی رقص آواز من شروع شد شما هم باید کارتون شروع کنید. اونو که خاطرت جمع جمع باشتر تنها یادگار مادرم، اینو همیشه پیش خودت نگه دار و از خودت دور کن. حتما. بالاخره چه تصمیمی میگیری؟ اگه با پیشنهادم موافقی شروع کنم و اینا دیر میشه. گفتم موافقم.
امشب دیگه یواش 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 من تو دلم آب میشه از شادومت نگو نگو دلم براش هی داره بیتاب میشه عروس یواش یواش میاد دومت صدای پاش میاد نگاه کن که پوله میکشمت امون بهت نمیدم بگو سب کن منو نکشتا بگم منو نکشتا بگم حرف بزن زود باش بگو کی بود بگو کی به تو گفت این کارو بکنی برای چی عروسی منو به هم زدی بگو کی گفت کی گفت این کارو بکنی نه
بگی دیدیم تو اونو کشتی، بی خودی هم نمیگیم. بچه ها ندیدین رشید اونو کشته؟ هیچ وقت هم خلاصی ندید. نه من اونو، باور کنین من اونو نکشتم. دروغ میگه بچه ها، گول حرفاش نخوری. من با چشه خودت میدم که رشید اونو کشت. زندگی آروم ما رو به هم زدی، همه رو با هم دشمن کردی. آخه از جون ما چی میخوای؟ شما کی هستی؟ اینجا خونه ای منه. اشتباه کردی خانم عزیز، تو اینجا یه وصله ناجور هستی. اصلا قدمت شومه، تو باعث شدی که رشید به زندون بیفتی. نمیفهمم این حرفا برای چیه؟ برای اینه که تو از اینجا بری، فهمیدی؟ رشید متعلق به منه، تو نمیتونی اون از من بگیری. آها حالا فهمیدم منظورتون چیه. ولی شما اشتباه میکنی خانم عزیز، مرگم نمیتونه منو رشید از هم جدا کنه. یه لحظه اینجا برو بیرون. برو. حالا میبینی من کاری میکنم که تو با پای خودت بذاری از اینجا بری. گم شو. بله سلام، بفرمایید تو. خانم منتظرتونم. چیه؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ خیلی میترسم احمد، نمیدونم چرا از حرفای این دختره قلبم تکون خورد. مگه چی بهش گفت؟ اون میگفت رشیدو خیلی دوست داره. تو نباید از حرفای اون ناراحت بشی. آخه اینطور زنها اگه کسی رو دوست داشته باشن دیگه هیچی نمیفهمن. اگه کسی بخواد سد راهشون بشه نابودش میکنن. آه تو مبالغه میکنی، زیاد به این حرفا اهمیت نده. مات اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ حالا که هستم، تا وقتی رشید نیومده من مثل یه برادر از تو مواظبت میکنم، مطمئن باش. متشکرم، تو بهترین دوست رشید. احمد آقا. چیه؟ با من چیکار داشتی؟ هیچ آقا، معذرت میخوام مزاحم شدم. سب کن ببینم چیکار داشتی؟ ناراحت بود، من داشتم دلداریش میدونم. ما که چیزی نگفتیم. خب نگفتی با ما چی کار داشتی؟ کارگرام مزدشون رو میخوام. هنوز که دیر نشده. اونا میگن چون رشید خان نیست ممکنه حقوقشون به موقع داده نشه. البته من خیلی سعی کردم راضیشون کنم، زیر بار نرفتم. رشید که نمرده، بالاخره میاد. بهشون بگو من از جیب خودمم که شده حقوقشون رو بهشون میدم، خاطرشون جمع باشه. ولی اونا حرفای شما رو قبول ندارن، یعنی مطمئن نیستن. خیلی خب باشه، من خودم میام باشون حرف میزنم. اشکال نداره، خدا حافظ. لابد میترسم پول مشروبشون دیر بشه.
چی شده؟ برای چی انقدر ناراحتی؟ نمیدونم. دیشب یه خواب وحشتناکی دیدم. چه خوابی؟ درست یادم نیست. همینقدر یادمه که تو خواب یه عده با صورت‌های وحشتناک به من حمله می‌کردن. تو نباید انقدر فکر و خیال کنی. اگه به این رویه ادامه بدی ممکنه مریض بشی. سعی کن به خودت مسلط باشی. نمیدونم احمد چرا انقدر دلم شور میزنه. آخه از من بدشانس‌ترم هست. هنوز عروسی نکرده، ببین چه بلایی به سرم اومد. خدا بزرگ، ناراحت نباش. بی بریم بگردیم، حالت خوب میشه. بیا فکرشم نکن. بیا بیا، دنیا دو روزه، باقیشم روز به روزه. میشینی پشت رو؟ نه نه، تو بشه. باش، من دیگه حال و حوصله هیچ کاریو ندارم، چه برسه به رانندگی. از وقتی رشید افتاد زندگی مثل اینکه منم هوش و حواسم رو از دست دادم. برو اون طرف. خیر. نه صبر کن، صبر کن. چی شده؟ هیچی، انگشترم افتاد. آها، مگه اندازه انگشتت نی؟ وای، مثل اینکه گمش کردم. نه نه، پیدا شد؟ آره، برا دستم یه کمی گشاده. رشید همون روزی که بهم داد خیلی سفارش این انگشتر رو بهم کرد. میترسم آخر گمش بکنم. رشید این انگشتر رو خیلی دوست داره، میگفت تنها یادگار مادرمه. اگه میخوای بده به من، بدم برات درستش کنم. بعدم نمیگی، یه دفعه که میگی شرح بده درستش کنم، ممکنه من گمش کنم. یالا هی حسن، اون افسران رو برد بیار این بر. زود باش آقا عبدالله. آقا عبدالله، زود باش بچه. من با چشمای خودم دیدم که احمد گلرخ رو بغل کرده بود. تو دیدی؟ نکنه اشتباه میکنی. چه بگی آقا عبدالله؟ آی نایده باشه مرد داره خودش حرف در بیاره. تا نباشد چیزا که مردم نگوین چیزها. برو برمت. آقا عبدالله، خودم دیدم که تو بغل هم دیگه بودن. دروغ که نمیگن. توک به اینجور دخترا. رشیده باید وقت تو زندونه، اون وقت نامزدش داره بهش خیانت میکنه. تو دیگه خفه شو گوریل. بله خواب، بیاییم با هم بریم تا اونا رو نشونه. بله اگه دروغ گفته باشی وای به حاله. باشه قبول. بله خواب، آقایین جنگلی ها گوش کنن، هاشم و جعفر و قاسم با من بیان برای کشف خیانت در امانت و شهادت. بقیه آقایین هم مشغول کارشو بشن و همینجور ادامه بدن تا خود روز قیامت. فدای خاک پایت. بریم بیانم خدا دهد شب پایت. خداوند من هم دارم شکایت از این دو شعره نوسته کسا. هم بد دردیه، ولی حالا حق. آره آره، الان اونو میپرستم. این چند روزه که ندیدمش دلم براش یه ذره. زیاد ناراحت نباش، اون به زودی پیش ما برمیگرده. نمیدونم تو تا حالا عاشق شدی یا نه، من فقط اینو میدونم که عشق وجود آدمو گرم و به زندگی امید داره. سلام بعد نکتر آخ پسر خود آقا و بادوسو حتی نباشی جناب احمد آقا. خوبه جای دنج خلوتی رو پیدا کردی. نمیفهمم منظورتون از این حرفا چیه؟ با حتی تا آقا منظور با نمیفهمه. لابد جناب علی خانم تشریف آوردین اینجا که واسه آزادی رشید دعا کنیم. بله شما هیچ مربوط نیست به شورا. وای جونه بود دکتر. بابا وایستا، اون که قابل نیست بچه. بازم میگم به شما هیچ مربوطی نیست. حالا ببینی آشان آقا چه روی داره. بس رو کم 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 رو
شما نباید. ما نباید چی؟ هیچ میفهمی چی داری میگی آقا عبدالله؟ من فکر میکردم تو اقلا دوست رشیدی. بله خانم، ولی شما دشمن اون هستین. خیلی خب بس دیگه. گفتی؟ گفتم بس دیگه. شما حق نداری به کار مردم دخالت کنی. آقا تازه یه چیزی هم اما طلبکار شده. بیا بریم هاشم. با اینا دهن به دهن نزار. جش. همه این کلک ها زیر سر توه. عاشق بازی تو هم کلک ما. هم دیگه ساکت باش هاشم. بیا بریم. باید صبر کنیم تا خود رشید بیاد. بریم بچه ها. کجا دارین میرین؟ باید تکلیف اونا رو همین الان یک سره بکنیم. بیا بریم زم. تا خود رشید نیومده به اونا کاری نداشته باش. بیا. حالا کوتا رشید آزاد بشه. من که کار خودمو کردم. نه، تا اونجور که من میخواستم انجام ندادی. عوض اینکه اون دختره رو از اونجا بتازونی، باعث گرفتاری رشید شدی. چه فرقی میکنه جیگرته برم؟ بالاخره که اونا رو از هم جداشون کردم. نه، اینطور نه، تو باید دختره رو رد میکردی. حالا دیگه چی کار باید کنم؟ گوش کن هاشم، من یه نقشه خوبی براش کشیدم. بازم که داری نقشه میکشی؟ آره، اگه این کارو بکنی من برای همیشه مال تو میشم. داری وعده سرخرمم نه، قول میدم بعد از اون کار هر چی بگی گوش میدم. خیلی خوب، این کارم که میگی میکنم. خوربونه تو هاشم جون. میدونی نقشه من چیه؟ درباره اون دختر است. بهت میگم چی کار باید بکنی. خب دیگه، خدا پسرق جون. به سلامت، به امید موفقیت. قربانش. بچه ها بس برمو بالا. چرا از من فرار میکنی؟ مگه با من قهری؟ ببینم از دیدن من خوشحال نیستی؟ الان میگه زیادم نه. زیادم نه. برای چی؟ تو خیال میکنی اون یارو رو من کشتم؟ نه، کسی اینطور خیال نمیکنه. پس چرا اینطوری با من رفتار میکنی؟ چرا رو تو از من برمیگردونی؟ خلامو کج بذارم. برای خودت، برای رفتاری که به تازگی پیش گرفتی. یعنی چه؟ من که از حرفای تو هیچ سردر نمیارم. ناراحت نشو، یواش یواش سردر میاری. نمیفهمم. تو میفهمی چی داری میگی؟ حرف بزن، ببینم چی اتفاقی افتاده. راجب کی؟ حرف بزن. راجب گلرخ خانمه. گلرخ؟ بله، همون دختری که میخوای باهاش عروسی کنی. تو واقعا اونو میشناسی؟ یعنی چه؟ من اون دختر از خودم هم بهتر میشناسم. باشه، بسیار خوب. پس دیگه حرفی ندارم بزنم. بایسا، بایسا عبدالله خان، بایسا ببینم. باید حرفی رو که زدی تموم کنی. موضوع چیه؟ چیچی و هیچی. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. این دختری که انتخاب کردی لیاقت تو رو نداره. اون هوس بازه. حتی تو این چند روز. تو این چند روز چی؟ نتونست خودش رو نگه داره. به تو خیانت کرد. خیانت؟ بله، با همون دوست عزیزت رو هم ریخت، با احمد. اگه دروغ گفته باشی؟ خیلی خواه، خودت همه چیزو میفهمی. نه، محال گل رو خواه احمد به من خیانت بکنن. لبا تو اشتباه کردی. الان میرم از خودشو میپرسم. از دیگرونم بپرس. ای یه وقت میخواستی چیزی بپرسی یا مام حاضرم بهت بکیم.
بد کاری کرد آقا عبدالله این حرفا رو به رشید زد. میترسم خون را بیفته. والش کن بابا. آخه چه ها چرا تم؟ اون مال حقیقتا رشید پهنون کنه. آخه رشید اونو جای پدرش میدونه. دیدم. رشید سلام. چی اومدی؟ مثل اینکه اونجا بهت بد نگذشتی، اما به گلرخ جونت خیلی خوش گذشت. چی داره میگی؟ اون بالا رفتی چیکار؟ اومدم این بالا تا همه چیز از بلندی ببینم. بگو ببینم، این کلک ها زیر سر تو نیست؟ کلک؟ راجع به چی حرف میزنی؟ تو خودت خوب میدونی من چی میگم. فقط بگو ببینم تا چه حدش درسته. من هیچی نمیدونم. دستم رو بله کاش شکستی. کاش میتونستم گردنت بشکنم. واسه ببینم. با تو سب کن. نامزد عزیزت بهت خیانت میکنه، اون وقت میخوای گردن منو بشکنی؟ تو دروغ میگی، همه تون دروغ میگی. شما ها نمیتونی منو با حرف گول بزنی. چرا با حرف؟ انگشتری که برات اون همه ارزش داشت یادته؟ همونی که میگفتی یادگار مادرته؟ مگه روزی که میخواستیم عروسی کنی ندادی به گلرخا؟ به تو چه مربوطه؟ هیچی درسته، به من ربطی نداره. اما درست میگی به من؟ اما چی ناجنس؟ حرف بزن! اون انگشتر رو داده به معشوق جدیدش احمد آقا. الانم لب چشمه دارن عشق میکنن. برو تماشا کن. نه نه، شما ها دروغ میگین، دروغ میگین. گلرخ، توفان. نگاه میکنی؟ میخوام درست تماشات کنم. راستی ببینم انگشتر مادرم که گم نکردی؟ نه رشید، تو اومدی؟ چی؟ چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ میخوام درست تماشات کنم. راستی ببینم انگشتر مادرم که گم نکردی؟ نه نیست. بعد به کسی دادی؟ آره، حالا یادم افتاد، پیش احمده، خودم بهش دادم. اقرار میکنی؟ اقرار میکنی که انگشتر منو دادی به احمد؟ تو چی داری میگی رشید؟ من که هیچی نمیفهمم. پس آدم به چه کسی میتونه اعتماد داشته باشه؟ در تمام عمرم به یک نفر اعتماد داشتم، اونم به من خیانت کرد. گلرخ مشته باشه، خوشحال باش، مشته بده رشید. تو اینجایی رشید؟ من خبر آزاد شدنت داشتم، اما شاید دلت نمیخواست به این زودی ها بیان. چی داره میگی رشید؟ من دلم نمیخواست؟ درست شنیدم گلرخ؟ بله، خیلی هم خوب فهمیدی و خیلی هم خوب دارین گناهانتون رو پنهون میکنین. شما دو نفر دلخوشی زندگی من بودین، ولی کاری کردین که من از خودم هم بدم بیاد. صبر کن ببینم چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ به تو، به اون مهربونم. صبر کن رشید، تو اشتباه میکنی. رشید تو دوست منی، نباید به من تهمت بزنی. کاش که این دوستی از اول به وجود نمیومد. بس دیگه رشید، من تو رو به اندازه جون خودم دوست دارم. اگه محبتی وجود نداشت، برای چی من تو این جنگل پیش تو میموندم؟ مگه تو شهر هر کاری دلم میخواست نمیتونستم بکنم؟ ها؟ جواب بده. حرف مردم دروغ نیست، یکی دوتا نیستن که میگن، همه این حرفو میزنن. از اون گذشته انگشتری که یادگار مادر من بود پیش اون چی کار میکنه؟ بذار تو برات توضیح بدم رشید. نه دیگه هیچی نمیخوام گوش کنم. رشید تو اشتباه میکنی. درسته، از اولم اشتباه میکردم، ولی دیگه نمیذارم تکرار بشه. توف به هر دوی شما. رشید، رشید، صبر کن. این چه
تهمتی بود به ما زدن؟ حالا ما چطوری میتونیم بیگناهی خودمونو به اون ثابت کنیم؟ بالاخره یه کارش میکنیم. بریم. دیگه لب به مشروب نزنی، تو نباید مشروب بخوری. من به اون کسی که قول زدم تو نیستی، اون یه دختر پاک و نجیبی بود. رشید، تو بیگناه داری ما رو محکوم میکنی. بیگناه؟ اگه گلوله های این تفنگ قلب تو رو سوراخ نکرد، اون وقت من میفهمم که تو بیگناه. رشید، کاری نکن که بعدم پشیمون بشی. برو کنار، برو، اگر نه تو را میکشم. برو کنار. خیلی خوب، بکش، بزن، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی این تهمتو به من نزن. بیا این سینه من بزن. ببین رشید، به همون خدایی که بس مرا دیگه خیانت کار، اسم خدا را به اون زبونی کثیفت نیار. آخه من چطور ثابت کنم که دوستت دارم؟ این جریان بهتر از اینجا برم. نه، تو نباید بری احمد. اگه الان منو تنها بذاری و به شهر بری، دیگه هیچ کس نمیتونه بیگناهی منو ثابت کنه. آخه خواهش میکنم احمد، ما باید با کمک همدیگه این تهمتو از گردن خودمون برداریم. به خاطر من بمون، یعنی به خاطر هر دوتامون. آخه تو تنها دوست رشید هستی. نمیدونم چرا رشید با ما اینطوری رفتار میکنه. آخه چرا؟ چرا؟ اون آقا. آره خیلی تو همه مشهودو لابد باسش اتفاقی افتاده. آره یه اتفاقی افتاده سوزی بشن یه جلد. نه نشان که به ما چه اونم نمیدیم آدش کنن خاره دلش میخوابا کنن مشهودو بشن. چرا؟ چرا؟ برای چو خونه خود نجوشم؟ چرا؟ چرا؟ در این دو روز می ننوشم از او. من جز می نمیخواهم، جز با می نمیدوشم. لا 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 Shut up.
سر این دو روز میدن و شهر از او چرا من انتقام به خود نگیرم میگیرم کنون که من به دست زندگی اسیرم نه هرگز اشتباه نمی کنم خیلی ازش دفتر شدم نه نه اونو نمی بخشم نمی بخشم لعنتی نفرین بر تو ای رسوا نفرین بر تو رنگی ها بیزارم از او دیگر بیزارم من از دنیا رفت از سر اگر هوشم مستم یا که مست دوشم من جز می نمی خواهم جز با می نمی کشم خوبی هستی
باید زنده بمونی. نه، من دختر خوبی نیستم. حالا که دارم میمیرم بذار اقلن به بدیای خودم اقرار کنم. باید این بار از روشونه خودم وردارم. از چی داری حرف میزنی؟ از گل را نام زده تو، دختر پاک و نجیبی. این من بودم که به اون تهمت زدم. من اونو لکه دار کرد. چی میگی؟ حقیقتو، من از بس تو رو دوست داشتم اون دختر بیگناه رو متهم کردم. اونو احمد واقعا بیگناه. من بد کردم. هرچی به تو گفتم دروغ بود. عبدالله و سایرینم من فریدم. دخترم، دختر قشنگم، دختر نازنینم، دخترم، دخترم. خب بالاخره میگی من چیکار کنم؟ من نمیدونم. تو هم که همش همینو میگی. آخه یه فکری بکن. خدایا بلایی سرش نیومده باشه. فکر نمیکنم. پس کجاست؟ چرا دیشب نیومده؟ برای منم عجیبه. اما اون انقدر عوض شده که هر کاری ممکنه بکنه. برو دنبالش. من؟ آره پیداش. من آخه خواهش میکنم احمد، خواهش میکنم. برم پیداش کنم که چی؟ که بازم سرکوه بزنه، که بازم چه تنهایی غریبی. خدایا هیچ کس نیست که کمکم کنه، هیچ کس. خیلی خوب باشه، پس میری دنبالشون؟ مثل این که چاره دیگه ای نیست. متشکرم. نمیرسه. خوب بگو ببینم چرا اومدی اینجا. آنه با رشید حرف بزن. آخ بس خیلی با همه. آره با ما. آره نا کن برو 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 چرا بلندش میکنی؟ برش کن گردنم شکر. نمو این منو داره خورد میکنه. تو داری آواز میکنی؟ نه 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 دیگه چه خاکی سرمو شد لندهور. وای دره کنا بیا منو نجات بده. لندهور رو قبط برم. من گردنم داره بیشکنه. وای بردم تو بیا منو نجاتم بده. گردنم داره بیشکنه. فقط جای حسین کسا خواهی که بیا سر تو بایو بدا بردم بی نجاتم بده. میبن عجیب لا در بیا راخه. وای گردنم شکنه. جنو نگی.
میزنم، شلیک میکنم. چون دروغ میگی؟ راست میگم، قسم میخورم. حالا خب پس میام، چون دیگه این زندگی خسته شدم. میام تا بزنی و راحتم کنی. آخه چرا؟ چرا؟ همه اینا به خاطر جمیله. جمیله؟ آره جمیله. جمیله عشق منه، میفهمی؟ عشق منه. اما رشید اونو دزدید. رشید عشق منو دزدید. بیش مگه میشه زندگی کرد؟ نه، باید مرد. بزن، خواهش میکنم. بزن، خواهش میکنم، راحتم کن. نه چرا نیو، شلیک میکنه. بزن دیگه، این زندگی برای من مفهومی نداره. اگه زندگی برای تو مفهومی نداره، اون دوتا بیچاره رو چرا اینقدر زدی؟ حوصله‌مو داری سر میبری. بزن دیگه، خوشگره. بزن کنار، بلخم پس بزن. بدش به من من نمیتونم این لحظه اون دختره رو کجا برد. وای بریم بگیریم. اوخ چرا اینو گوشی سر راه من؟ مگه تو دیوونه‌ای؟ چرا به سهری ورده این ور اون ور میری؟ بریم دنبالش. باید بریم خبر بدیم که هستی. که من به اون زدن منو میبخشه؟ آه چه مرتکب شدم. اون تو رو خیلی دوست داره. من خوشحالم که تو به اشتباهی گرخو برد. نه گرخو برد. گرخو برد. گرخو برد. داشت و درم از کدو پرستم؟ از اون بر، از اون طرف دیرم. رشید چون میکی رو برد. میکی چیه بابا؟ احمد گرخو برد. آماشی برو، برو احمد. بود باشه. خوب به چنگم افتادی. حالا انتقام خونه جمیله را از تو میگیرم.
برای همیشه رو آدم میکشمت رشو باش بلیش کن بلیش کن بلیش کن او از سنگ من نمیتونه فرار کنه احمد چی شد؟ چی شدم؟ تو مواظب احمد باش من میرم دنبال او توفنگ لازم نیست باش باش یواش مواظب باش Thank you.
جانم مواظب باش مردم صدمه‌ای به هاشم نزنن. باید او رو تحویل ژاندارمری بدیم. طوفان آمده باشه. بیا پایین. رشید! گلرخ! رشید! خدا شکر. امیدوارم خوشبخت بشید. چلنج شده و آقا با بلش کن اون به سزای اعمال خودش میرسه. آقا عبدالله اینه ببر تحویل ژاندارمری بده تا قانون در بارش تصمیم بگیره. خورا نزن انشا به انزه کافی کتک خورده. چشم خب الحمدلله که اون به عشقش رسید. فقط سر من بی کلامون من هم خواهر تو رو خب برای تو زنگم چپوق تو بده من بکشم. بیا کوف کن تا میخوای بیا یعنی چه؟ همین جوری بارا گوشتن رفتم خیال کردم تو نگاه دیشم. بیا جلو بیا بخم بیم. شما طوفانو ببری خونه منم الان میام. ببری چشم تو باشی خیلی خوب اصلا کار بدی نکنی وقت بسیار کاری برو بینم کنه لاش. احمد کجا داری میری؟ میخوای منو تنها بذاری بری؟ حالا که خوشبختی من تکمیل شده، حالا که با وجود گلرخ من به منتهای آرزوم رسیدم، به اون طور که تو میخواستی شدم، میخوای بری؟ منم خوشبختی تو رو میخواستم. آرزو میکردم تو به اون، حالا که رسیدی دیگه من کاری ندارم. نه احمد. نه احمد، سعادت من وقتی واقعا تکمیل میشه که تو هم مثل همیشه با من باشی. بیا بریم. بیا. نه. یاد نه. بزن بریم. من میگه آنیزدتم باید بهم سلام باز زیر بوب زدی میخوای مردم باشم و حرف در بیارم. بیا پایین اگه میخوای آبجیبو بهت بدم. آبجیبو رو هاش خوش بیده برو پرم قدیدم از دست این داشت من بله شدم. نوبتی هم باشه نوبت من سوالی کنم. بیا تا پاده